سلام عرض میکنم بینندگان عزیز یوتیوب، در خدمت شما هستیم. امروز قبل از تعطیلات جشن استقلال امریکا که فرداست البته، و خب روزی ما جشن استقلال خودمون رو میگیریم از عقده‌ها و ناراحتی‌ها و کمبودهایی که حس میکنیم و به خود و دیگران میبندیم. یه خورده ما جشن آزادی خودمون از اینها میگیریم. حالا ممکنه دو سه نسل طول بکشه، ولی هر وقتی که میگه ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. یعنی ممکنه که زندگی بعضیامون تلف شده باشه به خاطر این ضربات روحی که در زندگی میخوریم و در دلمون پنهان میکنیم و باهاش مواجه نمیشیم و از دلمون بیرون نمیندازیم. مثل اینکه مثلا شما در طبقه پایینه یخچالتون مقدار زیاده ماهی گندیده و اینا باشه و شما دستتون به اونجا نرسه چون از جای اونجا خبر نداریم. ولی هر وقت که دیدین که شما در مواجهه با دیگران احساس ایدیوسینکراسی، یعنی حساسیت میکنین به نسبت به رفتار و گفتار خاصی، شما بدونین که دارین یه چیزی در خودتون رو پنهان کردین، نهان کردین، یه چیزی، یه ضربه‌ای، یه کاری، یه حالی رو در خودتون پنهان کردین که از اون حال بیخبرین. این جریان اینه که به هر حال انسان باید هر جوری که هست از این درون خودش با خبر باشه. در درون آدم هم جنبه های خوب هست که انرژی آزاد میکنه که انسان بتونه اونو به انرژی خودآگاه، یعنی به انرژی هر روزه، انرژی فکری، انرژی احساسی، انرژی به هر حال فیزیکی تبدیل بکنه. میتونه، یعنی منبع بهش میگن انرژی روانی، سایکیک انرژی. اینجا یه مقدارش در درونه، این مقدارش هم در برونه، و هرچی آدم عقده‌های درون رو مخفی کرده باشه از خودش و با خودش، یعنی مثلا آدم خیلی مذهبی باشه، بعد ناگهان برای ضربه روحی بهش وارد میشه و یعنی قبل از اینکه آدم خیلی خلاصه، یعنی آدم باید بدونه که چیز اون آگاه، ذهن آگاه همیشه جوابگوی احساسات آدم نیست. یعنی آدم ممکنه واقعا خیال کنه که خیلی متجدد و مدرن شده و همه مثلا قوانین سنتی و مذهبی و غیره رو بگه ما بندازیم دور و اینا رو انداخته دور. ولی خب نه انداخته دور. میدونید چرا؟ برای که اینا اونجا هستن. اینا چیزهایی هستن که داده‌های ذهنی هستن که احتیاج به تجزیه تحلیل و اگزامینیشن دارن. نه اینکه آدم بگه خب من دیگه مثلا به خدا فرض کنیم معتقد نیستن. کسایی هستن مثلا دائما برای اینکه خودشون رو اقناع کنن مثلا به خدا فوش میدن. در واقع به خدا فوش دادن به خود فوش دادنه، یعنی به اون خود بزرگی که در درون هست که ما ذکرش از قول اهل عرفان گفتیم جان خودشون رو از اون غافل میکنن. یعنی واقعا بسی که این قلبشو بگیره، قلبشو از سیری چاک کنه بندازه تو کوچه. این یعنی با یه مخلوطه، همش بدی نیست، به صورت بدی در میاد. هرچی که ما فشار بیاریم مخفیش کنیم، بگیم نه ما هیچ احساس بدی نه به خودمون داریم، نه به خودمون ظلم کردیم، هر کاری هم کردیم دست دیگرانه، این مسئله تقصیر دیگرانه. یعنی اون شعبه رو ببینیم که اون تقصیر اونه که من اینطوری شدم. این آدم اصلا نمو نخواهد کرد. نمو که هیچ چیز سرنگون خواهد شد به علت اینکه همه رو از خودش بیزار میکنه. برای اینکه میاد اینجا مثلا میگه گریه و زاری میکنه، سرش رو شونت میذاره بدون هیچ مسئله، میگه که تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی. یعنی که خانم وقت رو تلف کرده، درفته درسش رو بخونه، کارشو بکنه. خب بعد فعلا خب بالاخره تو وضعیت اقتصادی بدبخت شده دیگه. خب مثل خود همه کسایی هم که درسشون خوندن هم الان دیگه کار ندارن، مثل خود بنده. خب بعد میاد مثلا تو رو محکوم میکنه که تو آدم نیستی. خب وقتی که همه ساپورتش از دست داد، خب خودش دیگه نمیتونه تو این دنیا وجود داشته باشه. یعنی پر از نفرت و غم و نفرین و آه و اینا خداحافظی رو میگه. اینا بعضی هاشون قابل علاج نیستن متاسفانه، من به شما بگم، چون که همیشه میخوان اونی باشن که نیستن. خیالشون اینه که از همه زیباترن، از همه باهوشترن، از همه شایسته‌ترن، از همه مساعدترن، ولی در عمل انقدر در خودشون غرقن که هیچی از این درون رو به برون بروز نمیدن، یعنی از این شاخ به اون شاخ میبرن، در روابط اجتماعیشون خودشون رو شکست میدن. مثلا فرض کنین 10 بار رفته با یکی از رؤسای اون طایفه‌ای که باهاش بوده یا اون قومی که باهاش بوده، مثلا خب مثلا روابطی داشته که از نظر اجتماعی برای ما قابل قبول نیست. ما نیستیم اونطوری، ما داریم به اون چیزا عقیده، ما نباید که تیشه به ریشه خودمون بزنیم. قربون شما برم تا دیدار بعدی. تا حالا اگر هر اشتباه کردیم جان خدای درون میبخشه اگر ما به اون پناه بیاریم و همه کارمون در سایه گفتگو با آنکانشس یا خدای درون باشه که خودمون هستیم. قربون شما برم. تعطیلات خوبی داشته باشین تا هفته آینده.